ماه محرم مصادف شده است با قیام امام حسین علیه السلام و حادثه جانکاه کربلا. هر سال عاشقان مکتب آزادی و حریت برای بزرگداشت یاد و فداکاری های امام حسین علیه السلام و خاندان عصمت و طهارت و یاران با وفایان حضرت که پیروان راستین بزرگ پرچمدار مکتب آزادی و حریت بودند، در سرتاسر کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غیر اسلامی با برافراشتن پرچم قیام امام حسین علیه السلام و برگزاری مراسم‌های عزاداری و با پرداختن به علل قیام امام حسین علیه السلام، واعظان به روشنفکری اذهان مردم می‌پردازند. مسئولین هیئت‌های عزاداری نیز با تهیه و تنظیم و ساخت دکورهای عاشورایی و تولید محصولهای فرهنگی می‌پردازند تا هرچه بهتر و پرشورتر مراسم عزاداری دهه محرم برگزار شود. اینجا مصلای سلطانی است، شب است و پاسی از شب گذشته، اما اعضای هیئت اینجا حضور پرشور دارند و عاشقانه برای آماده ساختن فضای داخلی مصلا کار می‌کنند. به نام خدا، قسمی که در جریان بودین بر امشب دیشب که چند لحظه کنار هم بودیم، زحمت و فعالیت‌های فرهنگی که داخل خود هیئت انجام میشن، آماده ساختن استیج یا سیاپوش ساختن در کل هیئت، اما فعالیت ها و مصرفیت هایشان انجام میدیم. کار ما در کل، اما طرح‌های هنری داخلی از هیئت است که باید همه ساله کنار هم استاد شده انجام بدیم، فعالیت کنیم، زحمت آنچنانی که باید کشیده شده را بکشیم. گروه هستیم مکمل، اتونه که من تنها بشنم کار کنم، یعنی حتما دوستا شما رفیقایی که داخل هیئت یک جای هستیم فعالیت میکنیم، مثل حسین جان فعلا زحمت کشیده است، همه دیده رسیم، همه قسم دیگه دوست داریم. ترها خود رئیس هیئت ما دیگه دوستا شما نظرهای خود میگیم کدام طرح مناسب است و هر سال یک طرح جدید، یک طرح نو برای از اینکه استیج فوق‌العاده ایجاد بسازیم و عزاداری ما یک شور و هیجان فوق‌العاده را در خودش بگیره بسازیم برشون. بعد شما چند سال است که فعالیت در کل داخل خود هیئت، اگر دقیق بگویم یا بیشتر و کمتر نشه، شاید 7-8 سال شده که در کل با دوستایی که داخل هیئت هستیم پیش بریم فعالیت کنیم. اویی که واقعا لذت این خدمت کردن را چشیده باشه، حس کرده باشه، به نظر من خستگی و ساعت 2 شب و 1 شب و چه وقت روز شروع کردیم و چه وقت شب ختم کردیم دیگه دنبالش نیست، فکرش نیست. امروز مطمئن هستم، مثل که من کم خواستم، خسته هستم، امروز هم تمام بچه های هیئت در کل هم تو خسته و زله کم خوابن دیگه، ای که چی شوق و شور پیدا کنیم در وجود خودم و از خودم گرفته تا خردترین فردی که از فاصله خیلی دور هم آمده، یعنی نمیتونم گفته بگم خسته شده، هنوز هم شوق و شور کار، خدمت، فعالیت در وجودش هست و فعالیت میکنه. خب بعض ظروف ها حرکات های ایجا کارهای هنری که رب میگیره این ده یک دهه پیش از امروز، حداقلش بیشتر از یک دهه 12 سال پیش، دوران متعلمی مکتب بود که هر متعلم یا دانشجویی که داخل چارچوبات معلمی معارف یا دانش آموزی معارف فعالیت میکنه درس میخونه، اما استعداد درونی خود پیدا کرده فعالیت میکنن و پیش میرن. اگر از دو دوره تا امروز فکر نکنم کدام مانعی سر راه آمده باشه، با بعد از اینکه شوق و شور و هیجانی که هنر در وجود ما بود و دست آوردیم و کم شده بره. شروع فعالیت ما فکر کنم شنبه همین هفته‌ای که در کل گذشته رو است و رو به اختتام می‌رسد.
شروع کردیم. یعنی حداقلش 4 شب 5 شب میشه که ما همیشه پیش از 5 عصر حاضر میشیم دوستا، هستیسا جمع شده تا کمش تا 12 1 بجه را تا 2 بجه را، اما تو مدام بدون وقفه کار کن تا اینکه تمام کارا هستیسا بدون اینکه خسته شون بچه ها تمام کنن. خب بچه ها تیکای سیاه را بند میکنن، جایی که گرد خاک گرفته گرد خاک پاک میکنن، استیج جور میکنن، پس زمینه استیج جور میکنن، کارهای دیگه از قبیل نظافت پاکاری و همینطور کارهای برقی جور کردن سیستم صدا و ایتگپا. هر کاری یک وجد داره، وجد شما چی هست؟ خب خوش بماند با خود خانواده که در ختم کار چی به دست میکن؟ یعنی حتما یک پاداش در مقابلش هست که این خود خانواده برای همه ما بچه ها میتن انشالله. شور و حال محرمی یا مستقیم روی عزاداری حسینی عاشورایی که آهسته آهسته میرسونیم خود ما را به اون روز عاشورا، فکر نکنم هیچ فردی از جمع این هیئتی های ما نباشه که او شور حال هیجان در وجود خود نیافته باشه، و هر کسی هم که این شور هیجان در وجود خود پیدا کنه، من مطمئن هستم مثل که یک هفته میشه بدون وقفه کار فعالیت میکنیم، همه از اینا همین قسم فعالیت میکنن و پیش میرن با وجودی که خسته هستن و خوابن یا روزای سخت و دشوار را در این گرمی آب و هوای مزار. ما فرق نمیکنه هر جایی که دوستا بگن خیلی خادم هستیم، اگر گفتن کفش، اگر گفتن مثلا انتظامات، هر جایی که نیاز باشه ما کوشش میکنیم که باشیم. اون وظیفه خادم ها هستی که هر جایی که گفتن هر کاری که بشه مراسم و یا عزاداری امام حسین باشکوه کنه انجام میتیم، چه با نصب یک پرچم بر در خانه، چه با یک پوشیدن یک لباس، یا و چه شرکت در مراسم ها، در حیات، در تکایا، هر کاری که باعث بشه که جلسه امام حسین پرشکوه بشه ما انجام میتیم. برای مثال برای فعلا یک 60% کار ما انجام شده، تقریبا 40% کار که سیاه پوشی به کار است و استیجی که فعلا تازه شروع کردیم برای چسباندن کار. یعنی آیسا میخواییم نوشه ها آماده شد و بعد از نوشه ها بریم روی فیتکاریش که اما آشیه های اطراف استیج ما هست. یک میمان مهراب طرح که روی استیج کار کرده رسیم و خلاص. نوشتنش بابد از اینکه یک ذره مشکلات روی کاک و رنگ و بعض کارهایی که واقعا لازم است برای ما نتونستیم زودتر به دسترس خود قرار بدیم، یکم تال خورد. فعلا 3 شب فقط میشه کار کرده رسیم، زحمت کشیدیم، 70-80% نوشه های ما تمام شده، فقط چسب کاریشان مانده، یک محراب و آشه استیج مانده که انشالله تا فردا شبه تمام میکنه. وقتی ماه عزاداری شروع میشه و نزدیک میشه، یک احساس بسیار توصیف ناپذیره. هم خوشحال میشیم که بازم عزادارا با هم جمع میشن و یک تجدید میثاقی با امام شهید خود میکنن، با آرمان های امام شهید خود میکنن، و همی که غم و اندوه همی حادثه علمناک کربلا که پر از درس های معنوی است برای ما، این داغ باز تازه میشه و باز دل ما به جوشش میآید که در احادیث هم داریم که دلهای مؤمنین از غم امام حسین به درد بسیار فراوانی دچار میشه، و اکثریت بچه ها، همه بچه ها با این دردی که در دلشان هسته میآیند با همی خانه میآیند خدمت میکنن تا که وظیفه خود انجام داده بشن نسبت به امام شهید خود. حق، آزادی، پابرجا بودن اسلام، اینا دلایل هست که امام حسین قیام کرد و تا امروز که 1400 سال شاید هم بیشتر شود، دین اسلام یا خانواده شیعه که نیست شدن، نامشان
وجودشان، خاطره هایشان زنده از قلب همه ما مردم. یکی از علل قیام امام حسین این بود که زعامت جامعه اسلامی به دست افراد ناپاک و ناسالم غلطیده بود. اشخاصی در صدر بودند که علنا گناه میکردند، شراب میخوردند و یا با حیوانات بازی میکردند و خود را خلیفه مسلمین میگفتند. در تاریخ ما و شما ثبت است که این اشخاصی که در اون وقت زعامت امت اسلامی را گرفته بود به چی خود، به گفته خود، این آدمای ناپاک بودند و همه ایرا در کتابای ما و شما اهل تسنن اهل تشیع هست که آدم کسی که خود امیر میخوانده شارب خمر بوده و میمون باز و یا سگ باز بوده. خیلی که نمیشه که رهبر یک جامعه اسلامی در این فعلا آغشته باشه و خود بگه که امیر مسلمانان است. یکی از علالای دیگه ای که امام حسین به خاطر از قیام کرد امر بمعروف و نهی از منکر بود، کما اینکه امام حسین علیه السلام گفت من به خاطر اصلاح امت جدم قیام کردم و برای اعاده امر بمعروف و نهی از منکر. یعنی در اون وقت دیگه چیزی به عنوان امر بمعروف و نهی از منکر در جامعه وجود نداشت، فقط مردم اسمان مسلمان شده بودن. علت سکوت نکردن امام حسین علیه السلام در مقابل حاکم ظالم و حاکم غیر مسلمانی چون یزید که خود را نماینده از جهان اسلام میدانست روی چند نکته خیلی عمده و اساسی بود. نکته اصلیش این بود که شخصیت و نسب حضرت امام به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایجاب میکرد که در مقابل ظالم همیشه صدای رسای مردم باشه و نظر به شرایط زمان همچو یک قیام را نیاز داشتن، چون قیام امام حسین یک دلیل عمده و اساسیش راه نجات دین اسلام بود و هدف امام حسین جاودانگی مکتب محمد النبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. نهضت امام حسین علیه السلام، خب امام حسین از همه چیزش گذشت. امام حسین علیه السلام به نوعی گفته میشه تمام حق در برابر تمام باطل ایستاد. ما وقتی میگیم که پیروزیش خون بر شمشیر، یعنی میتونیم فرمثال خیلی قشنگ معنا بکنیم که تمام حق در برابر تمام باطل ایستاده شد با تمام داشته‌های خودش، با علی اصغر شش ماهه خودش، با حر و با حبیب ابن مظاهر ریش سفید و محاسن سفید خودش، هر آنچه که داشت گذاشت برای اسلام، چرا که امر خدا بود. خب یه قشنگ معلوم است که وقتی ما بتانیم از همه داشته‌های خود بگذریم، مشخص است که فرمودن برای یک چیز گرانبها پا گذاشتیم و قدم گذاشتیم و تانستیم حرکت بکنیم. این که دلیل ماندگاریش مشخص است، تک به تک اینا برای ما درس هست و فرمودن الگو میتونه باشه که امام حسین علیه السلام از روزی که حرکت کرد و تا روزی که شهید شد همه داشته‌های خودش را گذاشت، تا وجایی که حضرت زینب سلام الله علیها حتی اشاره میکنن که من جز زیبایی چیزی دیگه ای ندیدم در این راه، و همچنین همه اشخاصی که و همه بزرگواران، چه خانم و چه آقایی که در او جریانات بوده، همه همین حرفه گفتن. مشخص است که بزرگترین دلیل شاید همین باشه. خب حرکت زیبا حتما پیامدهای مثبتی در اطراف خودش یا در وجود خودش داره دیگه. علل پایدار بودنش هم اما حق طلبی بود که با جان و دل خواست و به قیمت جان خود هم به دست آورده شد و تا امروز پا بر جا بود. امام حسین علیه السلام منحصر به یک قشر خاص نمیتونه باشه و نیست. هر آن شخصی که آزادی خواه هست، فراتر از مرزها بیاییم بگیم غیر از مسلمان ها همه و همه، هر آن کسی که در این جهان هستی هست و آزادی خواه هست، اگر واقعا بیاید معرفت داشته باشه نسبت به قیام امام حسین علیه السلام، دقیقا میفهمه که امام حسین علیه السلام چه کرده و حتما ای آزادی را ترجیح میده به ای بندهایی که برای ما ایجاد شده در این دنیا. قیام امام حسین علیه السلام صرفا برای جوانها نه، بلکه برای همه قشرهای جهان است. عاشورا در واقع پیام آزادی خواهی است برای جوانهایی که بتونن آزاده اندیشه بکنن، آزاده زندگی بکنن، عزت طلب باشن و حق طلبانه در مسیر زندگیشان پیش برن. و همچنان قسمی که ما میفهمیم حضرت امام حسین علیه السلام
روزی که روبروی لشکر کفار ایستاد، رو به اونا کرده و گفت ای مردم، اگر دین نداره داخل آزاده باشید. به این نشان میده که درس آزادگی بزرگترین درسی است که حضرت امام حسین علیه السلام در کربلا میتونه برای جوانای امروز داشته باشه. قیام امام حسین علیه السلام همه شمول هست، به خاطر که هیچ انسانی ذاتن و فطرتن و سرشتن دوست نداره که زیر بار ظلم. بناهن چون اندیشه حسینی اندیشه بود که انسانیت را شامل میشد، بناهن این خودش منحصر به قشر نمیشه. همه انسان ها همی ذاتن چون در مقابل ظلم خوش نداره، بناهن شاملیت همه انسان ها میشه، یا در کل میتونیم بگیم انسانیت میشه. اگر زیر بار ظلم رفتیم یعنی بنده ظلم شدیم، دیگه آزاد نیستیم. امام حسین ثابت کرد که برای آزاد زیستن باید تمامی نیروی خود را به کار ببری و حتی تاوانش هم پرداخت. امام حسین با خانواده خود رفت، همه به شهادت رسیدن، ولی امام حسین برای دنیا ثابت کرد که آزاد زیستن بهتر از این از است که تو یک زندگی ذلت بار داشته باشی و بخوای که زنده بمانی منتها با ذلت، ولی شهید شدن در راه آزادی خودش بالاترین دستاورد است. احساس سوگواری عجیبه که در وجودم و او مظلومیت را که در گذشته ها امام حسین و خانواده و اهل و آلش در وجودشان داشت و خانوادهشان داشت، ایر مطمئن استم از خودم گرته تا تمام افرادی که در اینجا جمع میشن بابد عزاداری عاشورایی حسینی به دست میارن این حس حاله. قلبا حضرت ابوالفضل عباس. چرا؟ به خاطر که حضرت ابوالفضل عباس تا آخرین رمقی که داشت در هدف خود پایدار بود، وفاداری خود را ثابت کرد، در صورتی که هر دو دستش قطع شد مشک به دندان خود گرفت و برای اثبات وفاداری خودش به برادرش و امام زمانش تا آخرین لحظه، تا آخرین لحظه که خون در بدنش بود، دست از قیام، دست از حرکت خود بر نداشت و همونطور که درس شهامت آموخت، درس ادب هم آموخت و تا لحظه آخر برادر بزرگ خود را به نام برادر خطاب نکرد و همیشه او را امام، رهبر و سرور خطاب میکرد. ابوالفضل عباس علتش جان فدایی را که بابت تشنه نماندن همه او حادثه گرد و قهرمانی را که تا امروز هیچ مردی در روی زمین انجام نداده. سقای تشنه کاما عباس و ابوالفضل آباور یتیمان، آباور یتیمان عباس و ابوالفضل سقای تشنه کاما عباس و در تراژدی عاشورا یا واقع عاشورا ما وقتی دقت میکنیم میبینیم هر یک از بزرگوارا نقش خودشان را در امی تراژدی واقعا زیبا بازی کردن و واقعا کسایی بودن که بهترین درس ها را و بهترین تاثیر روی زندگی ما داشتن و این خودش نشان میده که اینا کلشان بر ما اسطوره و نمونه هستن و من شخصا کدام شخصیت خاص را مد نظر ندارم. به نظر من کل از اینا بر ما الگو است، بر ما درس است و اینمی باعث میشه که من در زندگی خود از اینا الگو برداری بکنم و شخصی خاصی را مد نظر ندارم. یکی از پیام‌های عمده نهضت امام حسین برای جوانای امروز ما تعهد است. تعهد یعنی پایبندی به اون اصول و ارزش‌هایی که ما قلبا قبول داریم. وقتی که ما یک چیزی را قبول کردیم باید تا پای جان برای از او ایستادگی کنیم. مثلا خود حضرت ابوالفضل با وجود تشنگی زیادی که داشت، حضرت علی اکبر با وجود تشنگی زیادی داشت که در احادیث روایت آمده که لبهایشون خوش شده، حتی زبانشون خوش شده، ولی دست از جنگ، دست از وظیفه خود بر نداشتن، تعهد خود تا آخرین لحظه حفظ کردن. خب در شرایط و زمانی که امام حسین علیه السلام باید در واقع کربلا حاضر میشد، اگر ایشان بدون از اینکه در سرحدات بره اگر بیعت را هم قبول میکرد، جنگ و یا خونریزی اتفاق نمیافتاد و او شرایط شرایطی بود که یزید ابن معاویه در یکی از دجالای زمان خود بود و او در او زمان اونا میخواستن تمام امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را زیر پرچم خود در بیاره. بنابراین حضرت امام نخواست با ایشان بیعت بکنه و به هر دلیلی که بود، دولا در هر سرحدی هم که میرفت
رو در رو میشد با حکومت که باید با همچه یک واقعی روبرو شد و حضرت امام با یارانی با وفایش که هر کدام شبیه گلهای نوشگفته تشنه شهادت بودند و قربانی در راه دین داد تا جاویدانگی دین و راه حضرت رسول خدا را حفظ کنند. بر مجوانا اما وحدت و مردانگی را که در وجود خود داشت و دنبال ای بود که حق و آزادی همیشه گرفته شود و نباید یکی مثل یزید، یکی مثل شمر بیایه او حق و آزادی را سلب کنه. بیایم حق ما را به دست بیاریم.